بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجایی که هستید. عزیزان و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشاءالله که همواره صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشین. عزیزان و محترمان، یک روایت هست که میگه که یک روز امام دوم ما، امام حسن مجتبی علیه السلام، در یک مسیری از یک راه گذر میکردند در شهر مدینه، از کنار یک باغ گذر میکردند. در او باغ مشاهده میکنند که یک غلام سیاه پوست است که دسترخوان چاشت خود آوار کرده و مشغول خوردن نان است، و یک سگ هم کنار نمی غلام هست، و این غلام یک تکنان خودش میخوره و یک تکنان هم به جلوی او سگ میاندازه. امام ازش پرسان میکنه که تو چرا این کارو میکنی؟ غلام میگه که والا من شرم میآیه که من نان بخورم و نمی حیوان گرسنه در کنارم باشه و من برای این نان ندم. امام علیه السلام ازش پرسان میکنه تو غلام چه کسی هستی و این باغ است که سو اینها، و بعد مرا و انمو باغ را از او فرد میخره و غلام را هم میخره و میده پیش غلام، میگه که من باغ را خریدم و تو را هم خریدم. غلام میگه خب من در خدمت شما هستم. امام علیه السلام میگه نه، تو آزاد هستی و اینمی باغ هم هدیه من برای تو به خاطر بخششی که تو به او حیوان کردیم. با این روایت بسیار زیبا از بخشش و بخشیدن و ارزش بخشش، ادمان شما عزیزان هم میفهمین که موضوع بحث ما بخشش است. به یاد شما آمد که همچون دیگه روزهای شنبه در خدمت کارشناس محترم خانم خاوری بزرگوار هستیم با موضوع بخشش. اجازه بدین قبل از ای که ادامه بحثای گذشته رو داشته باشیم، یک سلام خوشپرسی با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم خاوری بزرگوار، بسیار خوش اومدین. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم برنامه روشنا، و آرزو دارم که هر جای این کره خاکی هستن صحتمند و سلامت باشن. تشکر از شما. خب دکتر خاوری، انمی روایتی که من برای بینندگان عزیز محترم توصیف کردم و تعریف کردم، در این روایت معلوم بشه که یک فردی است که چیز زیادی برای بخشیدن نداره، یک تکنان است، و او را به یک حیوان، به یک انسان هم نه، به یک سگی که گرسنه است میبخشه. و امام علیه السلام ارزش کاری فرد بسیار زیاد میدونه، در او حدی که یک باغ را میخره و خودی فرد را هم آزاد میکنه، باغ را برش هدیه میکنه. گاهی اوقات میشه که ما با خودمون فکر میکنیم، میگیم که والا اگر ما یک انسان سرمایه دار بودم، یک انسان بودم که پول و پیسه کلان میداشتم، چقدر ما بخشنده می بودم. یک دسترخوان نوار میکردم از این سر تا اون سر شهر و نصف مردم کابل رو مثلا ما نان میدادم. تصور ما ایست که فکر میکنیم که اگر که میخوایم یک فرد بخشنده باشیم، باید که بسیار ثروتمند و مالدار باشیم اگر که میخوایم بخشش کنیم. ولی خب با این روایت معلوم میشه که خیلی به خودمون سخت نگیریم. بخشش هایی که کوچک است به نظر از ما شاید بسیار کوچک و کم ارزش برسه، اما ممکن که ارزشش بسیار بسیار زیاد باشه در نزد خداوند. در این برنامه میخوایم که شما برای از ما بینندگان از ما در مورد این مسئله که مصادیق بخشش چی میتونه باشه در همین باره صحبت کنید. در ارتباط با بحث بخشش کردن و انفاق کردن، بحث‌های بسیار مختلفی مطرح شد. ممکنه که به ذهن بینندگان عزیز ما بیایی که خب وضعیت اقتصادی الان در همه جای جهان، به خصوص با بیماری اومدن بیماری کرونا، خراب شده، بنابراین بحث از بخشش کردن، انفاق کردن دیگه الان مناسبت با ما و جامعه ما نداره. ولی در ضمن همین روایتی که شما بیان کردین، داستان بسیار زیبایی که بیان فرمودین، و خودم که داشتم روایت ها را میخوندم، بسیار برای ما جالب است که فقط یک سهم از بخشش کردن، سهم به انفاق کردن و دادن پول و پیسه به دیگران است. اگر بخوایم بخشش کردن را به صد قسمت بکنیم، شاید میشه گفت یک سهم مربوط به انفاق است. ما میتونیم کارهای بسیار مختلفی انجام بدیم و در روایات ما هم آمده که اینها رو با همدیگه مناسبت داده با بخشش، ارتباط داده با بحث بخشش کردن.
و بنابراین برای بخشش کردن نباید ما برای خودمون نباید سخت بگیریم که حتما ما باید یک مال بسیار زیادی را داشته باشم که به وسیله این مال بسیار زیاد اهل بخشش باشم. به نظر میرسه که کردن در واقع یک روحی است که یک شخص سخاوتمند و بخشنده این روحیه در کل امورات زندگیش وجود داره. خب در قسمت پول با انفاق کردن این رو نشان میده و در قسمت های دیگه باز نمونه هایش انشاءالله امروز ذکر میکنیم. به عنوان نمونه ما اگر بخواهیم بخشش بکنیم ولی مال و این و پیسه و پولی نداشته باشیم، میتونیم یک نمونه دیگر مثال بزنیم، مثل از این که انسان از خطای دیگران بگذره یا عفو بکنه شخصی را. ما در بخشش کردن به وسیله انفاق از پول خود، از مال خود میگذریم و به دیگری میدیم، و در بحث عفو کردن، در بحث گذشتن از خطای دیگران، خطای دیگران را چشم پوشی میکنیم و از حق خودمون میگذریم. در این جمع از حق خودمون میگذریم. بنابراین آنچه که در بحث بخشش بسیار مهمه گذشتن است. حالا گذشتن از مال باشه، گذشتن از حق باشه، یا گذشتن از خطای دیگری باشه، در بحث بخشش در واقع آنچه که مهم است یه که ما بتوانیم دیگری را ببینیم، خودمان هستیم و دیگری، و با توجه به این که انسانها اهل ای هستن که این غریزه را دارن که خودشون را دوست دارن، میخوان که بهترین ها مال خودشان باشه، ولی آموزه های دینی ما در این قسمت نشان میده و قسمت های مختلف دیگه که انسان باید از این خودش گذر کنه، از این که همه چی رو برای خود میخواد، از این حب نفس گذر بکنه، و بعد از این که از این قسمت گذر میکنه دیگران رو هم بتونه به شکل بسیار پررنگ ببینه و همیشه دیگران سهم داشته باشه در هر قسمت از زندگیش. و خانم دکتر، اونطور که ما شنیدیم و خوندیم، کلن اخلاق و مباحث اخلاقی از همینجا شروع میشه که تو غیر از خود خو افراد دیگر را هم ببینی. اگر بتونی از خودت گذر کنی دیگران را ببینی، در اون صورت میتونی که رفتار اخلاقی از خودت نشان بده. کاملا درست است. بنابراین در این قسمت روایتی هم از حضرت علی علیه السلام داریم که میفرماین بخشش و کرامت در این است که زمانی که قدرتمند هستی بتانی از یک شخصی بگذری، بتانی از خطاش بگذری، گذشت کنی نسبت بهش. یعنی در زمان قدرت، زمانی که من میتونم برش چیزی بگم، میتونم تنبیه کنم، میتونم جوابش بدم، ولی در این زمان من چیکار کنم؟ از خطای او شخص بگذرم. این شرط بخشش است. یک انسان بخشنده را حضرت میفرماید که این خصوصیت را هم داره. و خانم دکتر، شرط یعنی بخشش قدرت هستی، یعنی تو بتانی که نبخشی و بعد ببخشی، بتانی که گذر نکنی و بعد گذر بکنی. یک نفر ممکن که توانش را نداشته باشه، مورد ظلم یک نفر واقع شوه یا یک نفر در حقش یک بدی کرده باشه، و چون دالش نمیگرده که کاری انجام بده، یا دالش نمیگرده، یا این توان در خودش نمیبینه، یا ذاتن انسانی است که نمیخواد که در برابر این ظلم برخیزه، به خاطری که شاید یک ضرری ممکن متوجه شه یا جرأت و جسارتش را نداشته باشه. در این صورت مثلا بگه که من بخشیدم، من بخشش کردم، من گذر کردم، من چنان انسان هستم که دیگران هر کار که در حق من میکنن من گذر میکنم. این شاید مصداق بخشش نباشه، این مصداق ظلم پذیری میتونه باشه. یک نفری بخشنده است که دالش هم بگرده بتونه که پاسخ بده، اما ببخشه و پاسخ ندهیم. بسیار درست فرمودید شما. بنابراین از همینجا استفاده میکنیم، بگذاریم از خطاهای همدیگر، میدانیم همه انسان هستیم، ولی خب با دو نکته، ای که مراقب باشیم که به دیگران صدمه نزنیم، ولی خب ممکنه که اشتباه بکنیم، حالی که اشتباه کردیم دیگری از ما بگذرد و ما هم از دیگران بگذریم. این بسیار نکته مهم است و فکر میکنم در ارتباطات در میان جامعه، در میان فامیل، خانواده، در بین خیشان، اگه ما همین یک اصل را مورد نظر خودمون قرار بدیم، ممکنه خیلی از اختلافات، خیلی از منازعات و جنگ ها دیگه اتفاق نیفته. درست.
مورد دوم نیکی در برابر خطای دیگران. بنابراین اگر شخصی خطا کرد، ای که من خب گذشت بکنم این یک مرحله است، مرحله بعدی است که من خطای او را با نیکی جواب بدم. باز این هم به منزله یک شخصی است که بخشش میکنه و روحیه بخشش داره به این شکل رفتار میکنه. و حضرت علی علیه السلام هم باز در ضمن روایتی میفرمایند که شخص کریم و سخی، کسی که اهل سخاوته، کسی که از خطاهای دیگران بگذره و او با احسان جواب بده. بنابراین جواب دادن خطا با احسان یک نوع بخشش محسوب میشه. پس بنابراین ما نه تنها از خطای دیگران باید بگذاریم که یک قدم بالاتر، یک قدم جلوتر که با خوبی هم جواب بدیم. نمونه بارزش در تاریخ زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما کاملا میبینیم که شخصی که بر سر حضرت هر روز سیرابی گوسفند را تخلیه میکرد و روزی حضرت رد شدن ولی این ماجرا را ندیدن. حضرت چه کردن؟ حضرت پرسجو کردند و متوجه شدند که این شخص بیماره و حضرت رفتن به عیادت این شخصی که این کار را در حق حضرت انجام میدادند، یعنی خطای این شخص را به وسیله احسان و عیادت خودشان جبران کردند. و نمونه های بسیار فراوانی داریم در زندگانی اهل بیت علیهم السلام که خطاهای افراد را با نیکی جواب دادن و او افراد هم افرادی شدند که بعدها ایمان آوردند و کاملا پذیرفتند حق را. آدمیزاد است دیگه خانم دکتر، وقتی که من در حق یک نفر یک ظلم بکنم، یک خطا انجام بدم، وقتی ببینم طرف مقابل نه تنها پاسخ از مرد بدی نمیده بلکه با بهترین وجه با یک عمل خوب و پسندیده انجام میده، دل سنگ هم که باشه در برابر کار آب میشه، تحریک میشه، میگه چرا چنین انسان درستکار این کار میکنه، باز من کار نادرست خود ادامه بدم. هر کسی هم باشه و مسیر درست رهنمون میشه. مورد سوم وفای به عهد. ما تا حال فکر نمی کردیم که وفای به عهد یک مصداق از بخشندگی باشه. بله. ولی این جزء روحیات یک شخص بخشنده است که اهل وفای به عهد است. اگر قولی میده سر قول خودش هست، اگر عهدی میبنده سر عهد خودش هست. که ما باز در این رابطه که یک شخص مسلمان باید پایبند به عهد خودش و پیمان خودش پایبند باشه، بسیار روایات مختلفی داریم در این رابطه. خیلی وارد جزئیات نمیشم و بیشتر میخوایم برای بینندگان عزیز بگیم که در بحث بخشش کردن ما بسیار کار میتونیم انجام بدیم و در این رابطه وفای به عهد کردن هم یک نوع گذشت هست. یعنی انسان گذشت میکنه از خود و دیگری رو میبینه و چون به خاطر قولی که داده سر و قول و عهد و پیمان خودش باقی میمونه. درسته خانم دکتر، اجازه بدین که من یک مثال از وفای به عهد بزنم که گاهی اوقات کوچک شمرده میشه ولی در واقع ممکن که تاثیر بسیار زیاد داشته باشه. گاهی اوقات از عزیزان ما یک ساعتی را با دوستان خودمون قرار میگذاریم که در فلان ساعت من تو را میبینم و بعد یک ساعت رد میشه، دو ساعت رد میشه و بعد از او بعد از سه ساعت مثلا زنگ میزنه میگه که من معذرت میخوام، من یک کار برای این پیش اومد نتونستم که در سر او ساعتی که مشخص کرده بودیم تو رو ببینم. این اتفاق ممکن بسیار زیاد بیفته، بخصوص برای نوجوانها و جوانها، کسایی که بعد دانشگاه میرن این تجربه ها رو دارند. ولی بدانیم که این یک خطای رایج هست و تاثیر بسیار بدی ممکن بر طرف مقابل بگذاره. سعی کنیم که انشاءالله کمتر کنیم این خصلت را در خودمان و این را به عنوان یک بیوفایی به عهد بشماریم و اینکه چقدر کار نادرست است. حضرت علی علیه السلام هم در اینجا مقایسه میکنه بین شخص سخاوتمند و سخی و شخصی که اهل وفای به عهد است. میفرماین انسان کریم و سخاوتمند هرگاه وعده میدهد به وعده خودش عمل میکنه. عمل میکنه.
بنابراین عمل کردن به وعده یکی از کارهای بسیار راحتی است که انسان میتونه انجام بده. راحت به این معنا که نیاز به شرایط مالی خاصی نیست. حتما قرار نیست که ما مال زیادی داشته باشیم. همین که من با شخص قرار گذاشتم سر کدام برنامه باشم یا کدام قرار دوستانه ای گذاشتیم، همین سر ساعتش برم و موجود مشم که وقت دیگران گرفته شده، همین خودش وفای به عهد و از بخشندگی یک شخص محسوب میشه. و همینطور که باز شما فرمودید که ما سعی کنیم خودمان را اصلاح بکنیم، دوری کردن از گناهان و کم کردن و دنبال این باشیم که عیبهای خودمان را کم کنیم و کاهش بدیم، این هم جزء مصادیق و نمونه های بخشش است. خب بالاخره ما میدانیم که انسان هستیم، ممکنه که اشتباهاتی داشته باشیم، تا قسمت اشکال نداره چون ممکنه که انسان خطا بکنه، ولی در این خطا نباید بمانیم، نباید این خطا را تکرار بکنیم. باید مراقب خودمان باشیم، خطاهای من را به قول رصد کنیم، ببینیم عیبهای ما در کدام قسمت است و سعی بکنیم بسیار آهسته اینها را کم بکنیم و کاهش بدیم به مرور زمان. چون خانم دکتر بسیار سخت است که انسان تصمیم بگیره، مثلا بگویی که من از شنبه از فردا دیگه خطا نمیکنم، شدنی نیست تقریبا. ولی اگر که به مرور زمان سعی کنیم که مثلا امروز یک دو خطا کمتر، فردا کمتر، پس فردا کمتر، شاید بعد از یک سال که برگردیم در گذشته خود نگاه بکنیم، میبینیم که چقدر تغییرات بسیار زیاد در ما ایجاد شده. خانم دکتر اگر اجازه بدن یک میان برنامه را ببینم و باز در خدمت بینندگان عزیز و شما باشم. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 پول ارتباطی است بین ما و شما، و شما عزیزان میتونید که از طریق واتساب با این شماره در تماس شوید اگر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا دارید، یا اگر کدام موضوع است که برای شما جذابیت داره و احساس میکنید که اگر در این برنامه برش پرداخته شود خوب است، حتما با همکار نظم در جریان بگذارید. ما در فضای مجازی هم هستیم، از طریق اینستاگرام، یوتیوب، آپارات، تلگرام و دیگه فضاهای مجازی هم میتونید که شبکه هادی تیوی در ایران دنبال کنید و همچنان برنامه خودتان را، قسمت های مختلفی برنامه را در او فضاهای مجازی ببینید، نظرات خودتان را کامنت بگذارید. یک میان برنامه کوتاه را میبینم و باز در خدمت شما خواهیم بود. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را
قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان. شما عزیزان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید که از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم نگاه های مهربان شما عزیزان میشه. همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر خاوری بزرگوار هستم. خانم دکتر، بحث در باب مصادیق بخشش است. شما برای از ما بینندگان از ما برخی از مصادیق بخشش را صحبت کردن و فرمودین که نیاز نیست که حتما انسان یک مال، پول، پیسه فراوان داشته باشه که بخواهی که بخشنده باشه اونا را ببخشه، بلکه میتونه با ساده ترین کارهایی که انجام بده با عنوان یک فرد بخشنده شمرده شد. و اما پاداشی که خداوند مهربان برای افراد بخشنده در نظر گرفته در نزد خداوند داشته باشه. ادامه بحث در خدمت شما است. صحبت میکردیم در رابطه با دوری از گناهان و کاستن از عیوب، که باز در این رابطه حضرت علی علیه السلام هم از ایشان روایت داریم که ایشان میفرمان انسان بخشنده کسی است که از گناهان دوری کند و از عیوب خود بکاهد، عیبهای خودش را کم کنه، روز به روز سعی کنه که عیبهای کمتری داشته باشه. نمونه بعدیش شکر است. شکرگزاری از خالق یک نمونه، و شکرگزاری، شکر کردن، حالا یا به عبارت ما سپاسگزاری از مخلوقات خداوند هم از صفات انسان بخشنده است. یعنی انسان بخشنده هم شاکر خداوند است و هم سپاسگزار از مخلوقات. اگر کسی کار نیکی در حقش انجام میده، در صدد جبران خوبی او شخص برمیاد یا به صورت زبانی تشکر میکنه. حسادت نکردن، ما در حسادت سعی میکنیم وقتی یک خوبی را در دیگران میبینیم دوست داریم که خوبی در اون نباشه. بنابراین ما اگر حسود، شخص حسودی نباشیم، خوبی را برایش بخوایم و به دنبالی نباشیم که او خوبی را ازش تلاش کنیم و خوبی را ازش بگیریم و سلب کنیم، او شخص این خوبی را نداشته باشه، این هم یک نوع بخشش محسوب میشه. و امام علی علیه السلام باز هم در این رابطه میفرمان که شخص سخی حسود نیست. بنابراین سخاوتمند بودن، داشتن روی بخشش با حسادت سازگار نیست. بنابراین اگر افراد حسود رو میبینیم، اینها انسانهای سخاوتمند و اهل بخشش نیستن. بله. و همینطور در رابطه با همسایه‌داری، که باز ما سفارشات بسیاری داریم در اسلام در رابطه با همسایه‌داری که عزیزان حتما اینها را میدانن و رعایت میکنن، ولی باز این بدانیم که همسایه داری، ای که به کمک همسایه بریم، از احوالشان با خبر باشیم، این هم یک نوع بخشش کردن است. و باز حضرت علی علیه السلام میفرماین انسان بخشنده همسایگان خودش را اکرام میکنه و یاری میکنه. خب ممکنه که مشکلات زیادی برای افراد پیش بیایه که یک همسایه بتانه گره هست مشکلات شخص حل کنه و واقع کنه. ببینید در این شرایط الان که در افغانستان، ما و شما میدونیم که شرایط بسیار سخت است و ممکن که حتی یک همسایه داشته باشیم که بینندگان عزیز نان خوردن خود نداشته باشه. متاسفانه به ویژه در شهرها ما با این مسئله مواجه هستیم. بسیاری از مردم معاشات خودشون از دست دادن، سر وظیفه میرفتن، حالی نمیرن، یا خانم هایی که سرپرست نداشتن و الان شرایطشون بسیار سخت‌تر شده. باید هوشیار باشیم نسبت به همسایه خودمون که اگر کدام کمک نیاز داره، کدام حمایت نیاز داره، ما به عنوان یک همسایه، به عنوان یک مسلمان اصطلاحا میگه هوای همسایه خود داشته باشیم. چیزی که در روایات هم اونطور که کارشناس محترم توصیه میکنند، در روایات هم بسیار بسیار توصیه شده برش.
نمونه بعدیش صداقت یا راستگویی است. انسان بخشنده بنابراین اهل صداقت است، به اینکه گفتارش با اعمال و رفتارش اینها همه مطابق هم هستند. بنابراین پس انسان بخشنده باید صادق باشد. شخص دروغگو اهل بخشش نیست، روحی بخشش کردن را نداره. و حتی حفظ زبان، یکی زبان خودمان را حفظ کنیم، هر چیزی نگیم یا به وسیله زبان خودمان آزار به دیگران نرسانیم. از همین عدم آزار رساندن به وسیله زبان، مراقب زبان خودمان باشیم که به دیگران آزاری نرسه. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم یاد میکنن که این صدقه است. وقتی ما مراقب خودمان باشیم که آزار نرسانیم، در واقع داریم آزار زبانی، در واقع داریم صدقه میدیم. ارزشش مثل ارزش صدقه دادن است. نمونه بعدی بردباری. مشخص است که مشکلات زیادی در زندگی وجود داره، خوشی ها، ناخوشی ها، و بسیاری از مشکلات میدانیم که جنگ ها، آوارگی ها وجود داره. اگر انسان بتانه در برابر این مشکلات بردباری و صبر داشته باشه، البته باز ایر توجه بکنیم که باز بردباری و صبر با تلاش کردن برای این که ما اوضاع رو بهتر بکنیم با این فرق داره. به این معنی نیست که شخص بردبار می نشینه و صبر میکنه و هیچ کاری انجام نمیده، ولی مقاوم است، در مقابل مشکلات تحمل میکنه، ولی در عین حال راهی رو هم دنبال راهی هست که این مشکل خودش رو برطرف کنه و این مشکل رو هموار بکنه. درست. نمونه بعدی مدارا کردن است، اینکه انسان در ارتباط با دیگران بتانه اونها را درک کنه، شرایطشان را باشان همدلی بکنه و خب از کارهای خشونت بار پرهیز بکنه. اینها همه نمونه های مداراست که باز مدارا باز خودش یک مصداق از بخشش کردنه. و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این رابطه میفهم هر کس در زندگی رویش به صورتی باشه که با مردم مدارا داشته باشه، به منزله کسی است که شهید مرده. وقتی که میمیره مثل کسی است که شهید مرده است، و مدارا کردن با مردم صدقه است. بنابراین یک نوع بخشش کردن و صدقه دادن میتونه به وسیله همین مدارا کردن باشه، با دوست، با همسایه، با رفیقمان، با یا در خانه، با در همسر خانه. یکی از مصداقهای مدارا همین میتونه باشه. کاملا درست. چون دو نفر که با هم در یک خانه در کنار هم تصمیم میگیرن زندگی کنن، ممکن اخلاق و خلقیات کاملا متفاوت از هم باشه، و بعد اگر که امی اردوی دو نفر یک رقم باشن که با هم بسیار تضاد داشته باشن، اگر اهل مدارا نباشن زندگی برایشون بسیار دشوار میشه. باز اگر اولاد داشته باشن زندگی برای اولادشون بسیار دشوار میشه. چقدر تاثیرات منفی ممکن که در آینده اولاد خودشان بگذارن، یا در همین زندگی اجتماعی. میخوام دکتر، من تصور میکنم اگر که همسایه ها اهل مدارا نباشن، ممکن یک نفر پیدا شونه که در همسایگی از ما خود انسان بد خلق باشه، بد اخلاق باشه. اگر من نتونم با اون مدارا کنم، یک رقم تیر شوم از کنار او، خب هر روز جنگ، هر روز دعوا، هر روز کشمکش، خود زندگی هم برای خود از ما سخت میشه، هم برای عمو طرف و هم برای اطرافیان از ما بسیار دشوار میشه. کاملا درست است. بنابراین یک اصل بسیار مهم است در ارتباطات، چون بالاخره انسان یک موجودی است اجتماعی. نمیتونیم که در غار زندگی کنیم، باید در کنار با افراد مختلف در ارتباط است. من جمله از این ارتباطات، ارتباط یک انسان با همسرش بیشتر ارتباط را داره، و ممکنه خب با توجه به اینکه بیشترین ارتباط را داره، بیشترین چالش ها و بیشترین اختلافات را هم با هم داشته باشه. بنابراین هر دوی همسران باید هر دویشان اهل مدارا کردن باشن. بله. و بگذرن از هم. ای پوشی کردن، ای که ما دنبال این باشیم که عیب دیگران را برملا کنیم، تا شخص را دیدیم بگیم کدام شخص کدام عیب داره یا کدام کاری را انجام میده. این نشان میده که ما انسان بخشنده و اهل سخاوت نیستیم. انسان بخشنده انسانی است که عیب پوش است، یعنی باز او عیب را میبینه و میتونه به دیگران بگه، ولی او را میپوشانه و
به دیگران اعلام نمی کنم. و نمونه بعدی اطعام کردن که باز الحمدلله در این رابطه همه عزیزان ما و هموطنان ما در رابطه با اطعام کردن و ارزش و اهمیتش بسیار میدانند و برای قسمت بسیار اهمیت میدن و از هر فرصتی استفاده میکنن برای اطعام کردن. بنابراین اطعام کردن هم یکی از مصادیق و نمونه های بخشش است. و حتی ما در رابطه با اینکه شخص به شخصی حتی آب بدهد، ما داریم از امام صادق علیه السلام که اگر شخصی به شخص دیگه آب بده و او را سیراب بکنه، این باعث این بزرگترین صدقه محسوب میشه. در اطعام کردن یکی از اطعام کردن ها بحث آب دادن است دیگه. در این قسمت این همه اهمیت را ما میبینیم در کلام اهل بیت. باز بقیه نوع های اطعام کردن مثل اطعام ایتام، اطعام در مجالس مختلف که انجام میدیم کاملا درسته، باز ارزش و اهمیت بسیار زیادی را داره. در واقع انسان بخشنده سعی میکنه که به دیگران بخوراند تا اینکه خودش فقط بخوره، اهل خوردن باشه. و باز یکی از بخشش های بسیار خوب که اگر در بین افراد جامعه اتفاق بیفته بسیاری از مشکلات حل میشه، قرض دادن است. که به شخص اگر ما قرض بدیم اهل بخشش خواهیم بود و روایات فراوانی داریم که قرض دادن از صدقه دادن بیشتر است، اجر و ثوابش بیشتر است. بنابراین پس قرض دادن مهمتر از صدقه دادن است. شاید به این خاطر باشه که در حین قرض دادن عزت نفس طرف مقابل هم حفظ میشه، چون میگه من این پول را و این مال را به تو برمیگردانم و او یک مقدار او حسی که شاید تحقیر شاید که در فرد ایجاد میشه به این خاطر که من نیازمند هستم ندارم و دیگری به من اعطا میکنه و کمک میکنه، او حس دیگه وجود نداشته باشه. ممکن است و او شخص هم تلاش میکنه که خب قرض پس بده. و یکی دیگه که اگر سنت قرض دادن بین ما رایج شوه، جلو ربا گرفتن هم گرفته میشه. شاید یک دلیلش ای باشه که جلو ربا گرفته میشه و افراد جامعه دیگه اهل رباخاری نخواهند بود، که باز توصیه های بسیاری داریم در این رابطه که نهی شده از ربا گرفتن و ربا دادن. مثل جنگ با خدا میمونه دیگه ربا خوری و ربا گرفتن. مهلت دادن به بدهکار، پس قرض بدیم، حالا ممکنه که برای شخص مشکلی پیش بیاد و نتانه او قرض بده. اگر انسانی بخشنده و سخی باشیم، سعی میکنیم که مهلت این شخص را تمدید کنیم، برش مهلت بدیم که سر آسودگی خاطر بتانه این قرض را پس بده. بنابراین مهلت دادن یه هم یکی از کارهاییست که یعنی طرف مقابل رو درک کنه، بفهم اون انسان است، شاید شرایط زندگی برش یک رقم شد که نتونست در سر اون موعدی که مشخص کردن اون مال را برگردانه. بفهم که ممکن برای از من یک روزی اتفاق بیفته، درکش بکنم و برش مهلت بدم. درست. و حسن سلام یکی از کارهای بسیار راحتیه که هر انسانی میتونه انجام بده. ای که ما بسیار خوب با روحیه و با یک انرژی مثبت به شخص سلام بکنیم، این خودش یک نوع انفاق و بخشش است. میبینیم که خب در ارتباط با افراد مختلف بعض وقتا خب شخص سلام میکنه، بسیار از چهرش و از روحیش غم میباره و انسان اندوهگین میشه. ولی اگر همین به شکل بسیار مثبت، به شکل بسیار پر انرژی و خب توصیه های مختلفی هم داریم که چگونه سلام کنید و چگونه جواب بدهید، شاید رمز و رازش هم همین باشه که باعث روحیه دهی هم به خود انسان میشه و هم به دیگران، و انسان انرژی مثبتی از او سلام کردن و جواب سلام دادن میگیره که ممکنه که تا مدتی بله اتفاقا خانم دکتر در همین زمینه من یک تجربه هم دارم که من وقت که به خانه خواهرم میرم
یک بچه داره خواهرم و ما برایش که سلام میکنم، یعنی حتی اگر در اون لحظه مثلا ناراحت باشه یا غمگین باشه، اتفاق افتاده باشه، وقتی که میخوای که جواب سلام بده بسیار با روی گشوده جواب سلام بده و برایش میگم چطوری بچم خوب هستی؟ میگه عالی. اینمی حرفش تاثیرگذار است خانم دکتر برای از من، یعنی تو پایان شب من حس و حالم خوب است. هر وقت که من او بچه خواهرم را میبینم حالم خوب است تو پایان شب. و چقدر تاثیرگذار است یک گپ ساده، یک حرف ساده که شاید برای او یک دقیقه هم وقت نگیره، وقت 30 ثانیه وقت میگیره، ولی طرف مقابل رویش رو میسازه. و هم برای خودمان وقتی با انرژی مثبت و با روحیه سلام بدیم، خب او انرژیش در خود ما هم میمونه و به شخص مقابل هم منتقل میشه. بله خانم دکتر، این نکته ای که در تمام این مصادیق بخشش من دریافت کردم است که همطور که شما فرمودین که در بخشش انسان باید که از خودش گذر بکنه، دیگران را ببینه. در تمام اینها وقتی که به عنوان مصادیق بخشش شمرده میشن، انسان متوجه است که تو باید دیگری را در نظر بگیری. در هنگامی که تو قرض میدی باید دیگری را در نظر بگیری، وقتی که برایش مهلت میدی دیگری را در نظر میگیری، خوشرویی میکنی، سلام میکنی، یعنی دیگری را در نظر میگیری. یعنی در هر کاری که تو دیگری را در نظر میگیری و به خاطر دیگری یا از حق خودت گذر میکنی یا حتی از حق خودت هم گذر نمیکنی، یا کار نیک در حق دیگری انجام میدی، اینم یک بخشش و صدقه محسوب میشه. خانم دکتر در حد یک دقیقه اگر که لطف فرمایید یک جنبندی بفرمایید تشکر میکنم. من فقط یک مصداق دیگه که بسیار مهم هست دیرم با بله. کمک کردن اهل خانه به هم دیگر. امروز خب مشکلات خانوادگی بین افراد بسیار زیاده و اگر افراد به یک دیگر در محیط خانه کمک کنند، حتی اگر کسی که خسته هم از بیرون می آید، ولی می تونه با جمع کردن یک نمک پاش و بردنش در سمت آشپزخانه، جمع کردن ظرفا و بسیار کار ساده، نمی خواهیم که خیلی سخت کار کنیم و او خستگی بیرون موجب شود که باز این خستگی در خانه هم مضاعف شود، این را نمی خواهیم. این که فقط افراد خانواده یک جمع شوند دور هم، یک واگرایی نداشته باشند، یک جمعگرایی باشه و همگرایی باشه، باعث صمیمیت بین افراد خانواده میشه و از همه مهمتر خب یک بخششی است که خب در محیط خانواده میتونه انسان انجام بده و از ثمراتش بهره مند شوه. درست. بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر عزیز، بسیار استفاده کردم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه عزیزان بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا بودید. عزیزان و محترمان، شماره تماس برنامه از یادشون نمیره، شماره مثبت 964-780-255-43. شما بزرگوارات میتونید که همین الان هم از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا دارید، حتما ما را در جریان بگذارید. بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات بسیار زیبای شما را ببینیم. عزیزان و محترمان، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. دعا میکنیم اللهم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود الهی، آمین. به همراه کارشناس محترم برنامه خانم دکتر خاوری بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید. صلوات الله سلام عليك يا أجمل خلق.